و اما امروز باید اعلام کنیم که به شکرانه الهی فرمان دیگری از حضرت امام را هم در واقع نه این که ما محقق کنیم، محقق شده از به همت شماها و مجاهدین و مبارزین ایرانی و غیر ایرانی در منطقه، و اون تشکیل بسیج جهانی اسلام هست. امام فرمودند باید هسته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد. این هسته های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه تشکیل شده و نتیجه اون را مردم منطقه دیدند. در بسیاری از کشورهای دیگه جهان هم حلقه های کوچکتر این مقاومت تشکیل شده و انشاءالله در آینده های نزدیک به صورت پی در پی شاهد نقش آفرینی این بسیج جهانی انشاءالله خواهیم بود. امروز شاهدان هستیم که بسیج جهانی در کشورهای مختلف اسلامی پیوند محکمی با هم پیدا کردن. عزیزان هشت شعبی در عراق، حزب الله در لبنان، در سوریه، در افغانستان، در پاکستان، در ایران و در اقصی نقاط دنیا. و اما امروز باید اعلام کنیم که به شکرانه الهی فرمان دیگری از حضرت امام را هم در واقع نه این که ما محقق کنیم، محقق شده از به همت شماها و مجاهدین و مبارزین ایرانی و غیر ایرانی در منطقه، و اون تشکیل بسیج جهانی اسلام هست. امام فرمودند باید هسته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد. این هسته های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه تشکیل شده و نتیجه اون را مردم منطقه دیدند. در بسیاری از کشورهای دیگه جهان هم حلقه های کوچکتر این مقاومت تشکیل شده و انشاءالله در آینده های نزدیک به صورت پی در پی شاهد نقش آفرینی این بسیج جهانی انشاءالله خواهیم بود. امروز شاهدان هستیم که بسیج جهانی در کشورهای مختلف اسلامی پیوند محکمی با هم پیدا کردن. عزیزان هشت شعبی در عراق، حزب الله در لبنان، در سوریه، در افغانستان، در پاکستان، در ایران و در اقصی نقاط دنیا